سلام، دیجی داستین هستم. در یک برنامه دیگه جیوان شو امیدوارم حالتون خوب باشه. من هفته پیش سوئد بودم، سرما خوردم، اومدم برگشتم دبی تو گرما، یخم داره آب میشه. این برنامه هم توی که قبلا هم گفتم کار مشترک فارسیگان و رادیو جوانه. امروز اومدیم یه محوطه که درست شده توی دبی ساختنش به مناسبت 43 سال اتحاد امارات متحده عربی، یعنی این امارات ها با هم متحد شدن و امارات متحده عربی رو تشکیل دادن 43 سال پیش. این محوطه هم که می‌بینیم یه دیوار خیلی طولانی مثل مثلا دیوار برلین درست کردن و چندی ماه پیش از هنرمندایی که کارهای گرافیتی میکنن، یعنی کارهای استریت آرت روی دیوار نقاشی میکنن، دعوت کردن که بیان اینجا و نقاشی کنن روی این دیوار. اینم نتیجهشه که الان میخوام بریم تو بهتون نشون بدم. آهنگ اولم گوش کنین، براد انتقام. میریم تو که همین دیوار مشاهده بکنیم، همین که آهنگای این هفته و موزیک ویدیو این هفته رو بهتون معرفی بکنم. با هم باشید. تبعیدی از دنیا، تنهایی و تنها، میخواستی انتقام بگیری ولی باز چیزی که سوزوندی دستات قلب من نیست. با حسرت و دردم باور نمی کردم، میخواستی خوشحالیم تموم شه ولی باز چیزی که تموم شد رویات قلب من نیست. شاهین نمیدونم نماد دبی یا امارات متحده عربی، همه جا میبینین این عکس شاهین و اصلا بعضی دارن، بعد مسابقه دارن که با شاهیناشون میرن توی کویر تو صحرا یه نمایشایی میدن، خیلی جالبه. آهنگ بعدی که بخوام براتون این هفته بذارم، منصور کار خیلی جدید قشنگ داده، بدون تو. وقتی شبم بی تو بی ماهه، وقتی دستم از تو کوتاهه، قصه اشکم و در میاره دوباره. وقتی که از نبودم خستم، بی تو توی یه راه بن‌بستم، زندگی چه طعم تلخی داره دوباره. جالبه این دیواره کلش کنواسه، یعنی دیوار سیمانی نیست، کنواس کشیدن، خیلی طولانیه. اومدیم یه استراحتی بکنیم تو این خیمه، دستشون در نکنه، برامون از این شیرینی ها آوردن. این بغل داره اینا رو میپزه، سرخ میکنه خانومه، شبیه بامیه خودمونه، خیلی خوشمزه باید باشه. آهنگ بعدی قهوه عربی هم برامون آوردن. شکر نبیدی، thank you so much. این هم قهوه عربی با این شیرینی اماراتی. آهنگ بعدی رو گوش کنین، سهیلا گلستانی. آهنگ سنتی بسیار قشنگی داره به نام یگانه، اینو واسه پخش میکنم، یه نو از اینا هم بخوریم ببینیم جاتون خالی. تازه تازه است، داغه. خفتن عاشق یکیست، خفتن عاشق یکیست، بر سر دیبا نتواند کشید دست در آغوش یا. خب این شیرینی خوشمزه ای که بچه ها اومدن ما رو مهمون کردن، الان از این دوستان بپرسم What is it called? Sweet of you. Sweet of you. In Arabic, Layamat. Layamat. Layamat اسمش فکر کنم traditional sweet، یعنی شیرینی امارات متحده عربیه. And this is Arabic coffee. Yeah, Arabic coffee. فنجان. Very good. You need... Oh, فنجان. We say as well. فنجان. Yeah, I'm also Baloch.
Which one? Little Irani. A little bit Farsi, huh? Yeah, not Farsi, Irani. Irani, okay. Very good. اینجا تقریبا همه فارسی، یعنی ایرانی یه ذره یک کمی بلدن، میتونیم متوجه شیم. بالاخره overall Arabic and Farsi we are very common. I mean the words are very. You want to say him to speak صحبت بکن. صحبت بکن. What's the meaning of صحبت بکن? صحبت بکن. Please speak. Speak. Yes. I know, but I don't want in Iran. If I went to Iran, maybe little. Next time, maybe I can teach you a little bit, and you teach me Arabic. Inshallah. Thank you so much. Nice. Thank you. الان یه جایی هستیم که یکی از فانکشن‌های این گوشی خیلی به درد می‌خوره، عکس پانورامیک. چون 360 درجه می‌تونیم بچرخیم، از تمام این دیواره یک عکس بگیریم که همش مشخص باشه. حالا من یه عکس پانورامیک بگیرم با این، ببینید. اماد طالبزاده آهنگ پر انرژی و قشنگ این هفته معرفی کرده به نام وایلت یا بنفش. اینو با هم دیگه گوش کنیم، بریم ادامه برنامه. لیزا با حجاب، اینم ورژن جدیده. ما ایرانی ها نمیدونم کلن علاقه خاصی به رقص عربی داریم، حالا نمیدونم به رقصشه یا به رقاصاشه. حالا دوتا رقاص جدید براتون پیدا کردم، قول میدم این دوتا رو تا حالا ندیدیم که عربی میرقصن. اینو براتون پخش میکنم ببینی خوشتون میاد یا نه. خب این منطقه پای سر من میبینین یه بندر ماهیگیرا هستش. سر صبح قایقا، البته الان یه سرشون نیستن، ولی 5 صبح حدوداً 4-5 صبح میرسن اینجا، ماهی ها رو که صید کردن اینجا تخلیه میکنن، بعد از اینجا میبرن حالا به فروشگاه ها و اون انبارهای مخصوصی که دارن. خب رسیدیم به قسمت موزیک ویدیوهای این هفته. اولین موزیک ویدیویی که براتون انتخاب کردم از خانم لیلا فروهر، فرشته های کوچولو، که در رابطه با بچهای بی سرپرسته. کار خیلی قشنگی، اینو ببینیم با هم دیگه. در ضمن ازتون خواهش میکنم هر موقع که میتونین، هر زمانی که احساس میکنین دوست دارین، اگه میتونین کمکی بکنین برای اینکه سرپناهی و کمکی به بچه بکنین، واقعا صرف نظر نکنین این مسئله. چون من خودم شخصا آدمی هم که اگه بچه ببینم که داره سختی میکشه یا زجر میکشه، واقعا قلب منو میسوزونه، آتیش میزنه. خیلی چیزای دیگه هست تو این دنیا که منو ناراحت میکنه، ولی این یه نکته خیلی اذیت میکنه منو. چون این بچه‌ها واقعا گناهی ندارن، وارد این دنیا شدن و نباید سختی بکشن. الانم دیگه تو این دنیا همه جا شما هر مکانی که برین تقریبا یه صندوقی هستش که بتونین کمک کنین. حتی مکدونالد هم برین یه صندوق هستش که به بچه‌ها سر کمک میکنن، سرپناه میسازن، حالا مدرسه درست میکنن. و اینم از سرتون بیرون کنین که حتما باید به یه مکان یا جای مخصوصی کمک کنین. اصلا اینطوری نیست، کل دنیا، همه بچه‌ها، همه یه حق دارن، همه یه احساس دارن. هر جا که میتونین و جلو چشتونه و امکانش هستش دوست دارین کمک کنین، جای دوری نمیره به قول معروف. این ویدیو رو با هم ببینیم و برمیگردیم.
تو این هراس و هم همه تو این همه غربت و قهر، از پشت آوار همه چراغای قرمز شهر، دل و پس فرشته هام، فرشته های کوچولو که رویاهاشون گم میشه تو مرز بغض و آرزو، عمق خیابون خونشون بی فردایی آیندشون، تاریکی تقدیرشون خط میکشه رو خندشون. شب میگذره فردا میشه دنیای روزی شبیه رویاهای شما میشه، فرشته های کوچولو زندگی صد تا رنگ داره، همیشه چرخ روزگار بازی های قشنگ داره، بازی های قشنگ داره. یه کار جدید و متفاوتی که من دیدم این هفته، سپهر خلصه فکر و خیال، یه موزیک ویدیو خیلی خوبیه که بچه ها درست کردن. هیچ تصویری شما از آرتیست یا خواننده نمیبینین، کل تصویرها از شهر، از تهران، حالا جای دیگه است من دقیقا نمیدونم، و ترانه این آهنگ روی بنرها، روی تابلوها، روی دیوار میاد و پیام شعر رو میرسونه. کار خیلی قشنگیه، اینو با هم دیگه ببینیم. برمیگرد یه سوالی شب روز منو پر کرده، تا جواب نگیرم به خدا از اینجا نمیرم. جلو پات بپا با کله نخور زمین. یه سوالی شب روز منو پر کرده، خوشش میاد. تحصیل شماست. سرگردونی مثل فندکه، تو رم میکنن مثل من دکه، تنهایی با فکر و خیالا، نمیدونن چی میکشیه میگن نکش، دنیا میپرسه چند مرده، هر لاجی چیزی نداری جو چند قطرهش، حاجی داری میشی شرمنده ته، کی میخوای رهاشی از بنده، تنهایی انگاه صدا دلا زود در میا، دود چسب زخم زود ور میا،
ما که نخواستیم یه روز خوب بابا بگو یه روز خوب تر میاد توی بند احساساتم ولی با این احساساتم بگو چی دادش خو یادم خدا فرشته یا آدم ها من موندم و نقش دلقک و وطنی که نمیره نقش قلبم ها کلمه که بهت میگم که یادت نره عشق عشق ایمان من لول خودکار و خطای کاغذ من و مغزی که رد داده راحت همه دنبال فردای راحت منم دنبال مردای راهم اصلا زندگی چیه بزا بره یه جا قمو تنهایی میشه سزای عاشقا اون که حتی نکرد به گدای نگاه میگه توی بنزش گدای نگاه میگه آجی زندگی بی من خوش دارم میخورم از دشتا که سیرم کنه بیره ماله میرم چوه یه حسی دارم انگاری دیرم شده آره من که سنگ ننگی جنگ و هل دادم تا آخرش زندگی بعد مرگ و گم میشم تو باورش میشم میوه یه ریشه قربت که سنگ پرد میکنم به شیشه عمرم آف رسیدیم به مصاحبه این هفته یه خواننده خیلی جوان پر انرژی رو با خودمون داریم این هفته کسی نیست به غیر از احمد سعیدی عزیز که از واشنگتن دی سی با ما در تماسه سلام احمد جان راستش منم سلام میکنم به شما و بینندگان خوبتون عرض ادب و احترام دارم احمد جان یه شرح حال کوتاه از خودت میدی ببینیم احمد سعیدی کی هستش کجا به دنیا اومدی بزرگ شدی من احمد سعیدی هستم 26 ساله و اصالتاً شیرازی الان فکر کنم یکی دو ساله که اومدم آمریکا یک سال و نیمه و برای ادامه زندگی و ادامه فعالیت هنری اومدم اینجا ساکنم خب احمد جان آغاز کار موسیقی حرفه‌ای رو اگه اینجوری از سوال بکنم کی بود؟ تو چه سنی بودی و انگیزت چی بود؟ چطوری بود که شروع شد؟ فکر کنم از سن 13-14 سالگی بود اولین بار وقتی که صدای گیتار رو شنیدم خب یه دفعه احساس خیلی خوبی در من به وجود اومد که باعث شد شروع کردم خلاصه ساز زدم و همزمان با ساز زدنم میخوندم مورد استقبال بقیه قرار گرفتم و اینکه نهایتم شروع کردم از یه سری ترک دو سه تا ترک به صورت سینگل ترک دادم و که در نهایت هم با آهنگ وابسته شدم به طور حرفه‌ای کار هنری من شروع شد خب گفتی که اولین بار با صدای گیتار خیلی تحت تاثیر قرار گرفتی و رفتی دنبال موسیقی و بعدم خواننده شدی میتونی خاطرش رو برامون تعریف کنی کجا بود چی بود و کی بود داشت این گیتار رو میزد که تو رو تحت تاثیر قرار داد دقیقاً سوال جالبی بود دقیقاً توی یه فروشگاهی بود یادمه یه فروشگاهی بود که هر از یه مدتی اصلا یه جایی باز میشد و یه قسمتی بود یه نفر داشت گیتارشو کوک میکرد حتی یادمه گیتارم نمیزد بعد یه حالا نوازنده حرفه‌ای هم نبود الان که حالا بهش فکر میکنم یکی دو تا آکورد خیلی ساده داشت میزد اصلا باورم نمیشد که اصلا از یه ساز این صدای اینجوری بیرون بیاد مثل گیتار خلاصه فکر کنم یکی دو روز بعد رفتم گیتار رو خریدم و شروع کردم یواش یواش خودم ساز می‌زدم خودم با خودم تمرین می‌کردم و کلاس رفتم و دیدم واقعا علاقه خاصی داشتم به این قضیه و در نهایت ساز حرفه‌ای من البته گیتار باسه گیتار اسپانیش نیست سازم هم عوض کردم و یکی دو تا ساز زدم و میگم که همزمان با ساز زدنم هم می‌خوندم که نهایتا شد داستان خب آقا وابسته شدم فکر کنم خیلی ها با این آهنگ وابسته شدن
داستان این آهنگ چیه؟ آهنگ وابسته شدم، قبل از آهنگ وابسته شدم من یکی دو تا ترک خونده بودم که اونا رو ویدیو نکرده بودم، اونم یه آهنگای آروم و اسلوی بودم. آهنگ وابسته شدم به شعر و ملودی شو که از خودم نبود، از امیرعلی بهادری عزیز بود، دوست داشتم و من همه انرژی رو جمع کرده بودم برای اون ترک، چون حس خیلی خوبی داشتم نسبت بهش و اعتقاد من اینه که هر چیزی که از دل میاد بیرون 100% به دل میشینه. تو همه آهنگایی هم که الان دارم روشون کار میکنم همیشه یه سوال که خیلی از من خیلی سوال میپرسن که مثلا چرا دیر به دیر ترک میدی یا اینکه مثلا چرا تونتون ترک نمیدی، چون واقعا ترک جمع کردن خیلی کار سختی نیست. من دیدم خیلی هم مثلا تو یکی دو هفته هم جمع میکنم، ولی من دوست دارم اگه 50 تا ترک داشته باشم، خودم وقتی که 50 تا ترک همون گوش میکنم از همهشون راضی باشم. به این که معمولا حتی بعضی وقتا برای وکال گرفتن هم سعی میکنم بذارم روزایی که احساس خوبی دارم نسبت به اون ترکی که دارم میخونم اون کار رو انجام میدم. تجربه کاری، کار هنری الان اونجا توی آمریکا چطوره؟ با آهنگسازا، کارگردانای موزیک ویدیو، تهیه کننده ها، رادیو جوان که آهنگات رو سپانسر میکنه، چجوریه تجربه؟ آره من کلا برای ادامه زندگی اومدم آمریکا و اینکه حالا در کنارش هم فعالیت هنری اینجا. خب 100% با کمپانی که دارم کار میکنم، با رادیو جوان صورت اکسکلوسیو موزیکام و موزیک ویدیوامو دارم از طریق رادیو جوان ریلیز میکنم و خب موزیکای زیادی هم آماده دارم میکنم که انشالله از حالا به بعد تقدیم حضورتون باشه. کارهای جدید چی تو دم و دستت داری که میخوای معرفی کنی به زودی؟ در مورد کارهای آینده، من این پارت اول سالو خیلی موزیک کم دادم و فکر کنم تو پارت دوم سالو موزیک زیاد داشته باشم که به صورت سینگل ترک و ویدیو تقدیمتون میکنم. کنسرت هم چند تا برنامه دارم که توی تایم کریسمس هست، از لاس وگاس شروع میشه، تگزاس و نهایتاً واشنگتن دی سی که برای اولین بارم هست که دارم تو واشنگتن برنامه اجرا میکنم. چه خوب، پس هوادارات میتونن توی ایام کریسمس تو رو ببینن در این شهرهایی که اعلام کردی که اجرای زنده خواهی داشت، کنسرت خواهی داشت. خب مجموعاً آرزوی هر خواننده اینه که هموطنش رو نزدیک ببینه، انرژی بده، انرژی بگیره و بکنم بهترین لحظه زندگی هر زندگی هنری هر خواننده همین لحظه باشه که میتونه یه انرژی خوب از مردم بگیره و نتیجه همه زحمتی که کشیده و مستقیما داره رو در رو میبینه از مردم. خب احمد جان، به غیر از موزیک خودت به چی گوش میکنی؟ مثلا موقعی که میخوای استراحت کنی یا بری ورزش کنی؟ کلا من همه استایل موزیکی گوش میکنم، میدونی؟ سعی میکنم که از هر موزیکی، از هر استایل موزیکی یه آیدیایی بگیرم که بتونم تو کار خودم به نفع اصلا استفاده کنم ازش. خب موزیکای همه خواننده‌ای که دوست دارم، خواننده ایرانی که دوست دارم گوش میکنم، موزیکای خارجی گوش میکنم، موزیکای بی کلام زیاد گوش میکنم و مجموعه میگم که سعی میکنم از هر موزیکی گوش میکنم یه آیدیایی بگیرم که بتونم تو کارم ازش استفاده کنم. برنامه فارسی وان رو نگاه میکنی احمد؟ آره معمولا خیلی چون اونجا دسترسی نداریم خیلی و مشغول کارم هم، ولی خب میبینم گهگاهی. آره برنامه‌تون رو میبینم، برنامه جیوانم برعکس دنبال میکنم که معمولا از رادیو جوان میبینمش. مرسی از برنامه خوبتون. خب احمد جان، متاسفانه به آخر مصاحبه رسیدیم، من ولی همیشه تایمی آخر مصاحبه میذارم، اگه حرفی چیزی داری بخوای بزنی اضافه بکنی میتونی الان اینجا برام بگی. مرسی از شما و برنامه خوبتون، از شبکه فارسیوان و برای بچهای خوب رادیو جوان. آرزو میکنم که همه جوونا برای هر هدفی که بابتش تلاش میکنن، به اون هدفی که بابتش تلاش میکنن و وقت میذارن برسن. مرسی احمد جان از اینکه وقتتو به ما دادی، با ما بودی، منتظر کار قشنگت هستیم به زودی. ممنون و مرسی از شما و برنامه‌تون. خدا نگهدار. خب رسیدیم به قسمت خیابون فرعی این هفته. این ویدیو رو براتون انتخاب کردیم، اینو با هم دیگه ببینیم و یادتون نره هر جایی که یه هنرمند دیدیم که داره تو خیابون اجرا میکنه ازش حمایت کنیم.
این هم از برنامه این هفته ما جیوان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره که لینک این برنامه در صفحه فیسبوک فارسیوان هستش. توی قسمت کامنت میتونین برای ما نظرات، پیشنهادات و سوالای خودتون رو بنویسین. هشتگ های ما رو یادتون نره، هشتگ من موزیک، هشتگ جیوان. مصاحبه کامل این هفته هم، نسخه کاملش رو میتونین تو همون صفحه فیسبوک فارسیوان ببینید. از وی پی ان هم که میدونین چجوری استفاده بکنید. تا هفته دیگه برنامه دیگه جیوان شو و یه برنامه جدید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار همگی.